در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دارد و فعالان حقوق بشر از کشورهای غربی خواستند که در توافق احتمالی با تهران تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر لغو نشود، خبرها از ایران حاکی از ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و معترضان دارد. گزارشی از مهتاب وعیدی راد در این باره. سومین جلسه دادگاه جمشید شارمهد مسئول گروه تندر از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی امروز برگزار شد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. در این جلسه دادگاه که ریاستش با قاضی صلواتی اتهام‌های جدیدی علیه او مطرح شد، از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس شورای اسلامی. در دو جلسه قبلی دادگاه هم اتهام‌هایی از جمله انفجار در کفشداری مقبره آیت الله خمینی در سال 88 و بمب‌گذاری در حسینیه شیراز علیه جمشید شارمهد مطرح شده بود، اتهام‌هایی که میتونه به حکم اعدام منجر بشه. خانواده جمشید شارمهد با رد این اتهام‌ها دادگاه او را ساختگی خواندند. سازمان حقوق بشر ایران هم روند دادرسی و محاکمه او را ناعادلانه توصیف کرده. جمشید شارمهد که تابعیت مضاعف آلمان را داره، مرداد سال 99 در سفرش به دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. همزمان در دادگاه دیگری ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران هیراد پیربوداقی فعال مدنی را به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. علاوه بر زندان او به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شده. کنشگر مدنی که همه فعالیت‌هاش در راستای دفاع از حقوق کارگران بوده. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه خبر داد که زرتشت احمدی راقب توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک مورد ضرب و جرح قرار گرفته. این فعال مدنی بدون توجه به اصل تفکیک جرایم در بند 4 زندان تهران بزرگ به سر میبره، بندی که مخصوص زندانیان جرایم عمومیه نه زندانیان سیاسی. زرتشت احمدی راقب که از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای طی سالهای اخیر بارها زندانی شده و از اولین روز بازداشت اخیرش یعنی 2 اسفند ماه در اعتصاب قضاست. در خبری دیگر روح الله مردانی معلم و فعال صنفی هم به دادگاه نورآباد احضار شد. اتهامش فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که همه فعالیت‌های او صنفی و در زمینه دفاع از حقوق معلمان بوده. روح الله مردانی 30 بهمن ماه هم به دلیل حضورش در اعتراض‌های معلمان بازداشت و پس از 10 روز با وثیقه آزاد شد. و اینها تنها چند مورد از خبرهایی که فعالان اونها رو تحت عنوان نقض حقوق بشر در ایران دستبندی می کنند. فعالانی که از کشورهای غربی خواستند در توافق احتمالی با ایران مسائل حقوق بشری رو هم در نظر بگیرند و تحریم‌های مرتبط با این حوزه رو لغو نکنند.